سلام به همه دوستان خوب سهشنبه اول مهر ماه 1399 22 سپتامبر 2020 راستش امروز پنجاهمین سال ورود من به مدرسه است یعنی من دقیقا در اول مهر ماه 1349 وارد دبستان شدم و امروز تصمیم داشتم در مورد آره یک سری خاطراتی بگم نه فقط صرف خاطره گویی یک مقایسه بکنم از وضعیت آموزشی و بلاهایی که جمهوری بر سر مدارس هم آورده ولی هم در کانال خودم و هم در جاهای دیگه هم بحث شدیدی در مورد بعضی از زندانیان سیاسی مثل محمد نوریزاد نسرین سدود و دیگران پیش اومده همین بحثایی که در مورد روح الله زم هم بود در مورد دیگران هم بوده و هست ترجیح دادم به جای اون خاطرهگویی در این مورد صحبت بکنم و اینکه یه عده میان میگن که این آدم ها تله جمهوری اسلامی هستن من امشب میخوام اتفاقا در تله های جمهوری اسلامی صحبت بکنم ببینید جمهوری اسلامی اگر بخواد تله هم بگذاره حد اکثر اجازه میده یه نفر بیاد علیه صدر و سارقین شیخ صادق لاریجانی رأس القاتلین ابراهیم رئیسی اون کس که مردم به حق بهش روباه شیاد میگن حسن روحانی احمدی نژاد از این آدم‌ها زیادن که به شهرشون حرف زد و مردم اینو تخلیه بشن نه اینکه محمد نوریزاد از توی زندان بگه خامنه ای دزد و قاتله مجتبا خامنه ای دزده یا بعض از زندانی سیاسی افشاگری هایی بکنن که تن حکومت رو بلرزونه مطمئنا پس این به گمان من خیلی دیگه فکر میکنم ناشی از درک غیر دقیق از اوضاع باشه که حکومت حاضر شه از تریبونی که به هر صدها هزار و شاید میلیون ها نفر میشنون یه نفر از هر جا مهم نیست بگه که خامنه ای دزده خامنه قاتله ببین یه موقع من میگم اینجا مشکل نیست اما وقتی در داخل کشور گفته میشه و پخش میشه این خیلی مسئله است و قطعا حکومت اگه بتونه که اگه بتونه جلو من رو هم میگیره اینکه اجازه بدن از داخل زندان این نفر بگه که خامنه دزد و قاتله و بعد بگیم اینا تله حکومتن فکر میکنم دیگه حالا توضیح میدم که اینا در واقع القاء چه چیزی هست دوم اینکه فرض کنیم مثلا اینه یعنی اصلا بازی حکومته باید خیلی خوشحال باشیم که وضع حکومت به جای رسیده که حکومت برای فریب دادن دیگران تا حد فحش به خامنه ای هم فضا رو باز میکنه حتی کنترل شده ببینید اگر حتی فرض میکنیم این آدم هایی که حرفا رو میزنن آدم جمهور اسلامی هستن اجازه بدیم بیشتر بگن چرا اجازه نمیدیم دیگران هم بگن اگر اینها تلس بزنن ما تبدیلش کنیم به تله برای جمهور اسلامی که یواش ترس ریخته بشه نه اینکه بیام القای ترس بکنیم ببینید شما شاید ندونید ولی من به خوبی میدونم که آقای نوریزاد از کجا به کجا رسیده برای اینکه در آفتابی است جواب یکی از مقالاتش رو دادم آقای نوریزاد یک موقع در یال مقاله نوشته بود و توصیه کرده بود که مردم به یاد شهدا باشن در اونجا گفته بود که اگر میخواید به یاد شهدا باشید من انقدر این حساس بودم تقریبا کلمه به کلمه متنشون رو حفظ کردم گفته بود اگر میخواید به یاد شهدا باشید زیارت آشورا بخوانید و در زیارت آشورا هر جا به نام حسین برخوردید یقین داشته باشید که با خامنه ای سخن میگویید وگرنه الفاظ نشخار کردید یعنی آقای نوریزاد در یک مقطعی معتقد بوده که هر کس زیارت آشرا میخونه زیارت آشرا ده ها بار اسم امام حسین تکرار شده میگه وقتی زیارت آشرا میخونی هر جا به نام حسین رسیدی مطمئن باش داری با خامنه ای صحبت میکنه اگر غیر از این باشه زیارت نخوندی الفاظ نشخال کردی حالا اون آقای نوریزاد میاد از تو زندان فریاد میزنه که خامنه ای قاتله خامنه ای دزده قبل از زندان میاد نامه میسیم که خامنه ای صلاحیت نداره باید بده خب اگر واقعا ما حتی کسانی که فکر میکنن به ناحق من صریح میگم به ناحق فکر میکنن که محمد نوریزاد نسرین سدود و دیگران تله هستن خب اجازه بدین تله ادامه پیدا کنه برای اینکه خود حکومت رو در داخل تله انداخته اما واقعیت قصه چی به نظر من قصه رو شما بگم چیه که تله های واقعی حکومت چیه قطعا نه نوریزاد تله حکومته نه روح الله زم تله حکومت بود که ندیدم کسانی که میگفتن عامل حکومت الان بیان یکیشون بگن که اشتباه کردیم یعنی که توقع دارن هر کس غیر از اونها فکر میکرده بیاد بگه ما اشتباه کردیم و اشتباه میکنیم ندیدم یکیشون بگه ما در مورد روح الله هم اشتباه کردیم و فردا اگر جنازه محمد نوریزاد خدا رو دست ماها بمونه باز همین ها معذرت خواهی نخواهند که شاید طلبکار هم باشه اما تله اصلی حکومت من چند تا شما میگم تله های اصلی حکومت چیه یکی اینکه به مردم القا بکنیم که اکثر کسانی که یا معروف ترین کسانی که با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن عامل جمهوری اسلامی هستن شما فکر میکنید اثر این چیه اثر این یک القای ترس در مردمه که تو خونه هم وقتی با هم حرف زنن میگن وای وقتی جمهوری اسلامی میتونه در حد محمد نوریزاد و نسرین ستوده و رضا پهلوی رو میگم رضا پهلوی و نمیدونم کیو کیو عامل خودش بکنه ممکنه برادر منم عامل جمهور اسلامی باشه ممکنه همسایه من عامل باشه القا یک ترس نامحدود در مردم که همه عامل جمهوری اسلامی هستن مواظب باشید جمهوری اسلامی دیگه از خدا چی میخواد جز اینکه ماها خودمون به دست خودمون بیام القا کنیم که ایو از در و دیوار بترسید که اینها همه عامل جمهوری اسلامی هستن از هم بترسن از اپوزیسیون هم بترسن نه تنها حمایت نکنن از کسانی که دارن جانشون رو در کف دستشون گرفتن امنیتشون رو در کف دستشون گرفتن آسایش خودشون رو فدا کردن بلکه اونها رو حتی توهین بهشون بکنیم اتهام بزنیم تله دیگه جمهوری دی که بگیم جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داره که همه رو خریده از اوباما رو در آمریکا خریده احتمالاً ترامپ رو هم خریده اتحادیه اروپا رو خریده بی بی سی رو خریده رادیو فردا رو خریده نمیدونم شهرام هماوین رو خریده مشاه وایده رو خریده رضا پهلوی حتی خریده ببینید اینایی که میگن فکر محدودیت داره یه نفر میاد میگه که محمد نوریزاد من اصلا ستوده عامل جمهوری اسلام اون یکی میگه رضا پهلوی عامل جمهوری اسلام میگیم چرا میگه یه جا گفته نباید همه سپاهیا رو تحت کرد بعد سپاهیا رو جذب کنم یا گفته من با بعضی سپاهیا ارتباط دارم با بعضی از عوامل سپاه ارتباط دارم خب ببینید پس این فکر نکنید محدوده اگر شما شروع کردید دیگران هم دارن میگن به نظر من همه اینها حالا یه عده رسما عامل جمهوری اسلامی هستن من با پذیرش مسئولیت اخلاقیش میگم یه عده بازی خورده جمهوری اسلامی که این القا بشه جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داره که همه رو در داخل و خارج خریده ببینید من حرف خودم رو زدم و بار هم گفتم و باز هم میگم نه اوباما نه ترامپ نه اتحادیه اروپا نه بی بی سی نه رادیو فردا و نه بسیاری از خبرنگارانی که در خارج از کشور هستن مایل نیستن جمهوری اسلامی سرنگون بشه چرا مایل نیستن برای اینکه اگر اول در مورد دولت ها بگم دولت آمریکا چین روسیه فرانسه انگلیس آلمان حتی کشورهای کوچکتر از این میترسند که یک حکومت مستقل در ایران سر کار بیاد. اگر یک حکومت مستقل متکی به مردم سر کار بیاد که نیاز به حمایت خارجی نداشته باشه، نمیاد به آمریکا و اروپا و بی بی سی و دیگران باج بده. به همین جهت بسیار از این دولت ها جمهوری اسلامی ضعیف تو سری خور خاک بر سر رو میخوان اما سرنگون نشه چون اگه سرنگون بشه جانشینش یک حکومت قوی مردمیه که به هیچ کس باج نمیده پس به همین جد اگر من میگم اینها عامل جمهوری اسلامی نیستن معنیش این نیست که بگم ضد جمهوری اسلامی ببینید قاطی نشه و ب... ب... اما این آقایونی که دارن القا میکنن که نوریزاد اوباما رادیو فردا بی بی سی عامل جمهوری اسلامی هستن یک اقتداری از جمهوری اسلامی در ذهن مردم به خصوص در ذهن افراد ساده لو ترسیم میکنن که اونا میگن آقا پس ما ول م... معطلیم جمهوری اسلامی که در داخل کشور آدمکش که داره پول هم که داره زور هم که داره رسانه هم که داره همه دنیا رو هم خریده اتحادیه اروپا رو خریده اوباما رو خریده ترامپ رو خریده جان بولتون رو خریده کیو کیو کیو, کیو خریده این در واقع بزرگترین تله جمهوری اسلامی اینه که ما بگیم که از رضا پهلوی تا اوباما از بی بی سی تا شهرام همایون از مشتبه واحدی تا ستوده همه عامل جمهوری اسلامی این بزرگترین تله جمهوری اسلامی ببینید من حالا توضیح میدم شما اگر یه روزی خواستید رأی به کسی بدید برید بگید آقا تو این مواضع اشتباه بوده به همین جد قابل اعتماد نیستی برو بشین تو خونت ما به تو رأی نمیدیم یک تله دیگه جمهوری اسلامی که کسانی هم که هنوز در صف جمهوری اسلامی هستن اما دارن به جدایی از این صف فکر میکنن یا آماده شدن برای جدایی یعنی صف یا رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن میخوان به اپوزیسیون به و بگی آقا نیاید ببین اگه بیای شما رو متهم خواهند کرد برو به چسب همون جمهوری اسلامی که نون و آب تامین باشه خودتو رو معطل نکن چون اگه بیای تو اپوزیسیون بهت میگن آقا تو فلان روز فلان حرفو زدی پس حتما عامل جمهوری اسلامی هستی این هم یکی از تله های جمهوری اسلامی که کسانی رو که میخوان از صف جمهوری اسلامی جدا بشن و به صف مردم بپیوندن بترسن میگه آب نیاید که این بر راه ندارید این ور یک انحصار طلب هستن که فقط حرف خودشون رو قبول دارن طله دیگه جمهوری اسلامی که بین مخالفان اختلاف بندازه کینه ایجاد کنه نه اختلاف اختلافش نداره اصلا به نظر من باید تلاش نباید تلاش کرد که اختلافات رو بپوشونیم همون بلایی که زمان انقلاب سرمون اومد که گفت آقا فعلا هیچ نگیم تا شاه بره بعد ببینیم چی میشه همون بلا سرمون نید اتفاقا باید اختلافات رو گفت اما کینه پراکنی ایجاد عقده و عصبانیت و بغض نسبت به دی هم دیگه این حتما طله جمهوری اسلامیه اشکال نداره من فلان کس من واحدی رو قبول ندارم من فلان تلویزیون رو قبول ندارم من فلان حکومت رو قبول ندارم فلان زندانی سیاسی رو قبول ندارم اما اینکه بیایم تخم کینه و نفاق بکاریم و باعث بشیم که همه نسبت هم دشمن بشن دشمنی ها انقدر سطحش بره بالا که جمهوری اسلامی رو فراموش کنیم بچسبیم به کسانی که عامل جمهوری اسلامی به نظر یکی از تله های بزرگ جمهوری اسلامی ببینید من که موضوع انتخابات مشخصه قطعا هم توصیه خانم ستوده یا هر کس دیگه به انتخابات رو قبول نداشتم اما که یک فعال حقوق بشری که اصلا هیچ دایره سیاسی نداره چون نظرش با من شما نمیخونه بیا متهمش بکنیم بگیم اصلا زندانش هم قلابیه اعتصاب قضاش قلابیه نوریزاد اگه صورتش زخمی بود نخیر گریمش کرده بودن اصلا گریمور از خارج آوردن گریمور محال قاهر و قهار و ماهر که بیاد صورت اینو گریم کنه مثل صورت کتای خورده ها و کبوچده ها این واقعا هیچ تله ای از جمهوریت از این بالاتر نیست که ما همه رو درشون ایجاد تردید کنیم که آقا جمهوری اسلامی اصلا مخالف واقعی نداره خب وقتی یه حکومتی مخالف واقعی نداره پول داره زور داره سلاح داره رسانه داره بر مذهب هم سوار شده سر از مذهبی هم در اختیار خودش گرفته هیچ مخالف واقعی هم که نداره رضا پهلوی عاملشه ستوده عاملشه نوریزاد عاملشه احمد زیدآبادی عاملشه همه عاملشن خب دیگه چه انگیزه پیدا میشه واقعا این آیه بزرگترین تله نیست که ما مردم رو کاملا ناامید کنیم که اصلا جمهوری هیچ مخالف واقعی نداره وقت کسانی که من خیلی سریح میگم اصخایی هم میکنم اصلا دلیل نداره همه اهل مبارزه باشن همه زندان برن اما کسانی که در بستر عافیت نشستن بیان بشن میگن که نوریزاد فلان روز فلان حرف زد من بزرگترین حرفشو گفتم من مطمئنم بسیار از کسانی که این رو شنیدن این حرف رو تا به حال نمیدونستن روز گفته من دارم اینجا به شما میگم من در همین مورد در آفتابی سر مقاله نوشتم در انتقاد از نوریزاد نشانش هم میدم حالا یه موقع اصلا شاید براتون همینجا بذارم که اونجا انتقاد کردن به نوریزاد که این حرف چی میزنی اما نوریزاد امروز میبینید که در چه جبهه ایستاده باز هم بگم شما ممکنه بگید آقا من به این دلیل که خانم ستوده دعوت به انتخابات کرده قبولش ندارم بسیار خوب مگه خانم ستوده معیار حق و باطله اما این برش من و شما هم معیار حق و باطل نیستیم ممکن کسی را قبول نداشته باشیم اما اینکه بیایم بگیم که فقط و فقط ما وقت شما هم میگید اون ما کیه اون مایی که قبولش داریم کیه برای اینکه هر کسی که به هر حال چهره فعال اپوزیسیون هست یک انگی به شسوندن میگم رضا پهلوی چون یه روزی گفته که ما باید از نیرو... بعض از نیروهای سپاه استفاده کنیم نه باید تماشا ترد کنیم عامل جمهوری اسلامی بسیار خوب خانم ستوده هم که چون یه گفته در انتخابات شرکت کنید عامل جمهوری اسلامی خیلی خوب محمد نوری هم که گیریمش کردن کتک نخورد بود بسیار خوب دولت‌های خارجیم که همشون نوکر و مزدور جمهوری اسلامی هستن خب واقعا هر کس دیگه هم که داره صحبت میکنه میگم اگر خب با این الغایی که شما دارید میکنید این بزرگترین تله جمهوری اسلامی دوستان از اون خواهش کنید فکر کنید میتونید شما بگید که من حرفا رو میشنوم حتی اگر این نفر عامل جمهور اسلامی داره علیه جمهور اسلامی حرف بزنه این صدا رو بلندش کنید خب اینکه اگر جمهور اسلامی به این حد از رسوایی رسیده که برای آرام کردن فضا یا برای فریب دادن مردم اجازه میده از داخل زندانش گفته بشه خامنه دزد و قاتله این حرف رو شما پخش کنید به جای که این آدم عامل جمهور اسلامی فردا که روز رأی شد فردا که جمهور اسلامی ساقط شد و خواستید حکومت جدید برید نوریزاد و ستوده و واحدی و نمیدونم هر کس فکر تو حکومت من که تکلیف خودم روشن کردم بارها گفتم فردای جمهوری فردای سرنگونی جمهوری اسلامی روز بازنشستگی منه من دارم در مورد دیگران میگم اما اصلا شما بیاد بگید هر کسی یک روزی از بغل جمهور اسلامی پیاده روی هم کرده تردش کنه بسیار خوب اما اون روز امروز نیست شما اون روز اگر روزی خاصی رای گیری کنید بذارید برای به این آدما رای به هیچ کس از ما رای ندید اما اینکه از حالا در شرایطی که هنوز اسلامی انواع ابزار سرکوب رو در اختیار داره و از ابزار سرکوبش استفاده میکنه برای جلوگیری از دور هم جمع شدن مردم شما هم تخم نفاق و کینه نپاشید شما هم باعث جدای مردم از همدیگه نشید ببینید من وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد اومدم نوار ویدیو پر کردم گفتم قاسم سلیمانی در یک مقطعی خدمت کرده در یک هم خیانت کرده و بعدم استدلال کردم که خیانتش بیشتر از خدمتش بوده فکر می‌کنه چند هزار تا فوش بنده که تو چرا فقط گفتی سلیمانی خدمت کرده بله بنده گفتم باز هم میگه در دوره جنگ سلیمانی خدمت کرده من در اونجا به صراحت گفتم ما در دوره جنگ به خاطر رشادت هایی که سلیمانی و سلیمانی کردن بهشون مدیونیم بعد از اون به خاطر خیانت که کردن اونا به اومدیدن و بعدم گفتم مجموعه دینی که اونها به ما دارن بیشتر از دینی که ما اونا داریم ببینید چند هزار تا فوش به من که تو چرا گفتی سلیمانی خدمت هم کرده خب با این نگاه مطمئن باشید هیچ که یعنی اگر شما فرض کنید سلیمانی تصمیم میگرفت از نظام برگرده اگر شما راش میدادید یعنی اگر عناصری هستن که الان از عناصر قدرت نظام هستن عناصر رسانه‌ای نظامی سیاسی حالا تبلیغی بخوان برگردن شما راشون میدید فلان کس چون یه بار مثلا در فلان جا گفته خامنه آدم خوبیه پس دیگه اصلا باید بریزمش دور بریز دورشکال نداره اما توقع هم نداره پس هم مبارزتون رو از همین طریق مبارزه فضای مجازی همراه با فهاشی به همه ادام بدید جمهوری اسلامی از خدا میخواد یعنی واقعا جمهوری اسلامی اگر مطمئن باشه از شماها کل سیستم رو تعطیل میکنه میذاره در اختیار شماها برای اینکه کاری که ببینید اگر حسین شرط مداری بیاد بگی محمد نوریزاد خانه که مردم میرن نوریزاد رو میپرستن اگر طائب و سردار سرکار نقدی بیان به رضا پهلوی فوش بدن که اتفاقا باعث محبوبیت رضا پهلوی میشه اگر محمد قالی محمد باقر قالیباف دزد بیاد علیه نسرین ستوری صحبت کنه که این باعث امتیاز برای نسرین ستوری است اما کسانی که یا ماسک اپوزیسیون زدن یا واقعا اپوزیسیون هستن اما درک صحیح از اوضاع ندارن وقتی میگن این از خود واقعا بزرگترین هدیه به جمهوری اسلامی من خواهش می که در تله های جمهوری اسلامی یک تله این که مردم فکر کنن همه هر کس علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه یا اکثریتشون عامل جمهوری اسلامی هستن و مردم بترسن به کسی اعتماد کنن دو تله جمهوری اسلامی که تخم نفاق و کینه بپاشن سه تله جمهوری اسلامی که به مردم القا کنیم که جمهوری اسلامی در داخل و خارج اینقدر قدرتمنده که همه ای اپوزیسیون یا بخش عمده از اپوزیسیون رو و بسیار از دولت‌های خارجی رو خریده پس توپ هم تکونش نمیده خواهش میکنم تو این دام ها نیفتید تله های جمهوری اسلامی ناست محمد نوریزاد نصر ستوده و نمیدونم شهر و همایون اینها نمیتونن تله جمهوری اسلامی باشن اینها که به هر حال یه روزی اگر قرار رو بشه که انتخابات بشه باید بیان رأی از مردم بگیرن تله جمهوری اسلامی که اگر کسی میخواد به صفحه اپوزیسیون به پیونده بشه آقا نه یا که اینجا راه نداری تله اپوزیسیونی که مردم رو از همدیگه بترسونیم مردم رو از دو... کنار هم نشستن بترسونیم ببینید یک محور وحدت وجود داره که جمهوری باید برود هر کسی رو فریاد کرد فرما... فریادش رو پروموت کنید فریادش رو بازنش کنید اما اگه روزی خاصی بین آدم رویده رنگ ندید بگید که این آدم به دلیل اون سوابقی که داره من هم با شما موافقم یعنی کسانی که تغییر موازهشون خیلی زیاد بوده زمینی که احترام میگذاریم به تغییر موازهشون اما بهشون اعتماد نمی کنیم. موافقم با شما اما امروز تردشون نکنید ما وضع اون اینقدر خوب نیست اینقدر رسانه نداریم اینقدر امکانات نداریم که بگیم حالا این همه آدم رو ترد میکنیم بازم آدمی داریم که مبارزه کنه خواهش من مراقب باشین این نه به معنای تایید 100 درصد موازه کسی این که من میذارم نه به معنای احانت به کسانی که با اینها مخالفن اما خواهش میکنم که مخالفت رو بذارید بر روزی که قرار شد این آدم ها در رأس قدرت قرار بگیرن بهشون رأی ندید اما القا نکنید که هر کس علیه جمهور اسلامی صحبت میکنه یا اکثریت کسانی که علیه جمهور اسلامی صحبت میکنن عامل جمهور اسلامی هستن این بزرگترین هدیه به جمهور اسلامی موفق باشید